مجمع تشخیص مسئلات نظام از سال 97 تا حالا بررسی و تصویب این دو لایه رو مسکوت گذاشته به نظر شما حالا چرا دوباره مطرح شده؟ این تصمیم قبول FATF واقعا یکی از اون تصمیمات مهم جمهوری اسلامیه که نظام جمهوری اسلامی رو ترک میندازه برای چی؟ برای اینکه در زمانی که فکر میکنن راهگشای سیاسی نیست و تحریم ها هست راهی به جز دور زدن تحریم ها و حمایت به گروه هکاشون از طریق پولشوی و غیرقانونی این کار میکنن ولی وقتی که میبینن مزایای رفع تحریم ها بزرگ میشه مسئله برگشتن و نگاه کردن قبول FATF براشون مهم میشه که اگر این رو نکنن تا زمانی که در لیست سیاه سی قرار گرفتن معاملات بزرگ جهانی نمیتونن بکنن و واقعا راه اقتصاد ایرانی میبندن که بزرگتر از اون دور زدن هاست اینی که این دو اهرم دائما دائم در حال تغییرن و واقعا انقدرم که ما فکر کنیم اصلاح طلبا و تندروها نیست کسانی که در شغل به قول معروف برادران قاچاقچی که در دور زدن ها هستند در هر دو جناح هستند و اونها مخالفن و کسانی که سیستم های بانگی بین المللی رو قبول دارن موافقن و این تصمیم تصمیم بسیار بسیار مشکل برای جمهوری اسلامی است آقای انواری این صحبت آقای روحانی که مطرح شده که لوایح مرتبط با FATF با شرط عدم ارائه اطلاعات مرتبط با دور زدن تحریم ها در این مجمع تصویب بشه آیا میشه گفت که این یه راهکاری برای ارائه به مخالفان این لوایح در مجمع ولی آیا اصلا با روح لوایح سازگاره و مورد قبول خواهد بود اصلا با روح لوایح سازگار نیست برای این اف ای واقعا دو هدف داره یکی مسئله پولشویی یکی ایک مبارزه با تروریسم یا حمایت تروریسم و این پولشویی دور زدن به عنوان پولشویی یعنی مدارک انتقال و ترانزکشن ترنز... مالی رو نشون نمیدین به بانک ها و اسم عوض میکنین کمپانی های م... واسطه قرار میدین تمام اینا حالا من فکر میکنم آقای روحانی میخواد یه سر به اصلا مخالفین رو یه کلا بذاره میگه اگه شما نگران این هستید اینی که به قوم میرن با آیت الله حرف میزن برای که منابع مالی خمس و زکات و سهم امام که اینا جمع میکنن اینا همه در شرایط FATF مورد سوال قرار میگیره اینی که می‌بینیم که دائم مسافرت به مقام هست و هزار. من فکر نمی‌کنم این برای جامعه جهانی قابل قبول باشه ولی امکان داره کلاهی باشه بر, سر کسانی که مخالفش هستن ممنونم از شما مرتضی انواری تحریگر مسائل بین الملل از ویرجینیا با ما صحبت کردید